قرار است تحریم تسلیحات ملل متحد بر ایران در ماه اکتبر امسال رفع شود. ایالات متحده خواستار تمدید آن است. ولی اگر تحریم رفع شود و ایران به خرید سلاح پیشرفته دست یابد، تا چه حد می تواند برای منطقه و امنیت ایالات متحده خطرناک باشد؟ رفع تحریم تسلیحاتی ایران اولین غروب توافقنامه هسته‌ای سال 2015 می باشد. در کل 3 یا 4 مورد وجود دارد، زیرا رفع این تحریم به ایران اجازه خواهد داد که خود را با تسلیحات پیشرفته تجهیز سازد، با تسلیحاتی که حمله نظامی بر آن را ناممکن می سازد. رفع این تحریم همچنان به ایران اجازه خواهد داد که متحدین خود را نیز با تسلیحات پیشرفته تری تجهیز کند. اردوی ایران نیز ممکن با طیاره‌ها و تانک‌های اصلی مجهز شود. اگر توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ادامه داشته باشد و ایران نیز پول داشته باشد، بنابراین به آسانی می‌تواند که تجهیزات پیشرفته را به خریداری کند. چند سال قبل نیز برای خریداری تسلیحات پیشرفته با روسیه و چین به مذاکره آغاز کرده بود. بنابراین رفع تحریم تسلیحاتی یک امر بی‌ثبات کننده است، یک امر بد است. بنابراین به دلایل مختلف رفع این تحریم‌ها در ماه اکتبر یک مفکوره خطرناک خواهد بود. امیدوارم که قدرت‌های جهان یک راه را برای تمدید این تحریم‌ها دریابند و آن را در دور بعدی مذاکرات در مورد توافقنامه هسته‌ای شامل سازند. شما از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 یادآور شدید. آینده این سند را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فکر نمی‌کنم که توافقنامه هسته‌ای ایران آینده چندانی داشته باشد. این سند مشکلات واقعی دارد. ساحه هسته‌ای نتنز که اخیراً در آن حادثه رخ داد، بیانگر یکی از مشکلات این توافقنامه است. شما می‌بینید که ایران در جریان نافذ بودن این سند محل را تأسیس دارد تا بتواند هزاران سنتریفیوژهای پیشرفته را در آن تولید کند و به این گونه می‌خواهد تا زمانی را که برای غنی‌سازی آن یورانیومی که برای یک بم ضرور است صرفه جویی کند. بنابراین فکر می‌کنم که ضرورت است تا این توافقنامه دوباره تصویب شود، ولو که این کار در دوران حکومت رئیس جمهور ترامپ صورت می‌گیرد و یا در دوران حکومت آینده، اما زمان آن است که یک توافق جدید صورت گیرد. می توانید آن را بخش ادامه دار سند فعلی عنوان کنید و یا یک سند جداگانه، اما بخش های اساسی توافقنامه فعلی باید دوباره تصویب شود. از حادثه در ساحه هسته‌ای نتنز یادآور شدید. اندکی در مورد این ساحه معلومات بدهید و این حادثه تا چه حد می تواند برنامه هسته‌ای ایران را متاثر سازد؟ ساحه‌ای که در آن انفجار رخ داد و آتش گرفت برایش محل بسته‌بندی سنتریفیوژ گفته می شود. در نظر بود که به خاطر برنامه هسته‌ای ایران در این محل سالانه هزاران سنتریفیوژ گازی ساخته و بسته‌بندی شود. بنابراین این محل برای پلان‌های ایران مبنی بر ساخت و ساز سنتریفیوژهای پیشرفته پس از پایان یافتن میعاد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 بسیار مهم و حیاتی است. ظاهراً به نظر می رسد که ایران به جز از این محل که قادر به تولید سنتریفیوژهای گازی می باشد کدام محل دیگری ندارد. بنابراین می توان گفت که این محل مملو از انجینران نخبه و مجرب ایران می باشد و محل است که رهبر ایران بر آن می بالد و آن را به حیث یک وسیله حیاتی برای هدفش جهت یک برنامه وسیع سنتریفیوژهای گازی به خاطر غنی سازی یورانیوم تلقی می کند. ایران ادعا دارد که این حادثه ناشی از یک حمله سایبری بود. ایالات متحده و اسرائیل مظنون تلقی میشند. اگر این ادعا درست باشد، انتظار چین و انتقام را میتوان از ایران داشت. ما تصاویر گرفته شده را تحلیل و ارزیابی میکنیم و قرار است یک گزارش را در این مورد نیز نشر کنیم و شاید در گزارش این گفته شود اتفاقی که در این ساحه هسته‌ای رخ داد به مراتب بزرگتر از یک حمله سایبری بود. در این حادثه بخش های زیاد آن محل تخریب شده است. به نظر می رسد که حتی از یک گوشه ساختمان آتش زبانه کشیده بود. بنابراین ما گفته می توانیم که این یک انفجار بوده است و به خاطر از بین بردن ساختمان صورت گرفته است. حال فکر می کنم که ایران کوشش دارد تا از چنین نتیجه گیری در محضر عام خودداری کند و حتی ممکن در داخل نیز با فشاری های وجود داشته باشد، زیرا نمی خواهد در یک وضعیت و موقعیت قرار گیرد که باید انتقام جویی کند. فکر نمی کنم که یک حمله سایبری بوده باشد.
زیرا در حمله سایبری شما شاهد خسارات اندکی می بودید و فکر می کنم انتقامی را که ایران به دلیل آن ممکن است بگیرد می تواند بسیار شدیدتر از آن باشد که اگر یک حمله سایبری صورت می گرفت و فکر نمی کنم که آنان چنین خطری را پذیرا شوند. فکر می کنم که آنان در بیانیه‌های خود محتاطند و حتی کوشش می کنند که این حادثه را کم اهمیت جلوه دهند تا در موقعیت قرار نگیرند که در مورد عواقبش مطمئن نیستند. Than if it was a cyber attack, and I'm not sure they want to cross that bridge. So I think personally they've been rather cautious in their statements, even trying to downplay